لوپوس اریتماتوزس سیستمیک یا SLE نام بیماری هست که به نام SLE یا بیماری لوپوس گفته میشه. در حقیقت بیماری خود ایمنه که در اون سلول های سیستم دفاعی اشتباهاً به بافت ها و اندام های خود بدن حمله میکنن و منجر به بروز التهاب و آسیب های نسجی یا بافتی در ارگان های درگیر میشن. یعنی همونطور که گفتیم سیستم دفاعی بنابر دلایل ناشناخته خود بدن رو مورد حمله قرار بده. دوستان عزیز سلام، امیدوارم خوب و خوش باشین، سالم و سلامت باشین. امروز قراره در مورد بیماری لوپوس صحبت کنیم. اگر علاقه مند به موضوعات زیست‌شناسی و پزشکی هستین کانال رو سابسکرایب کنیم تا از موضوعات جدید مطلع بشیم. اما مهمترین علائم بیماری که در تمامی علائمی که خدمت شما میگیم در یک فرد دیده نمیشه، اما مجموعی علائم که در افراد هم متفاوت هست به قرار ذیل شامل خستگی، ترد، سردرد، تورم مفاصل، تاسی، خشکی دهان و خشکی چشم و مهمترین علائمت ای بیماری پوست شدن در حقیقت پوست خصوصا روی صورت هست. تغییرات عصبی، آسیب‌های کلیه و جگر و حساسیت به نور و همچنین سفید یا آبی شدن انگشتان در موقع سرما. علائم استرس‌زا در حقیقت در شرایط استرس‌زا تعدادی از این علائم بیشتر میشه. تنگی نفس، درد در قفسه سینه، کم شدن حافظه و سردرد از سایر علائم دیگر است. اما چرا بیماری لوپوس به وجود میاد؟ علت بروز بیماری لوپوس چی است؟ علت بروز بیماری لوپوس هنوز دقیق مشخص نیست، اما با عامل‌های ژنتیکی، عامل‌های محیطی، یعنی جایی که فرد زندگی میکنه، محیط زندگی از او، عفونت‌هایی که فرد میگیره و همچنین تماس با مواد شیمیایی بستگی داره. بیماری بیشتر در زنان دیده میشه و جالب اینه که مخصوصا زنان این بیماری بیشتر میگیرن که در سنین یا در حقیقت ماهای بارداری از اون هست، بیشتر در ماها شایع. اما چرا بیماری به معنی به نام بیماری لوپوس یا بیماری گرگ یا که از ریشه کلمه گرگ گرفته شده، همونطور که میدونین در حقیقت نام کلمه گرگ به معنی کنیس لوپوس هست که این بیماری لوپوس یا لوپوس هم از کلمه گرگ گرفته شده. اما چرا بیماری به نام گرگ؟ در حقیقت بیماری لوپوس به معنای گرگ به دلیل شباهت علامتی که در برخی از بیماران به بیماری دیده میشه که روی صورت از اونا به شکل یک حلقه روی پوست صورت از اونا دیده میشه. این حلقه ای که روی پوست صورت از اونا به شکل سرخ و حلقه ای دیده میشه شباهت خیلی زیادی به دهان گرگ داره و همچنین شباهت به لسان یا زبان گرگ داره و این گاهی وقتا به نام حلقه گرگینه در بیماران لوپوس هم گفته میشه. این علامت در برخی از بیمارا خیلی واضح هست در حالتی که در تعداد دیگه اصلا دیده نمیشه. همچنین دلیل دیگه که بیماری به نام بیماری لوپوس نامگذاری کرده اینه که در افسانه های یونان و باستان گرگ همیشه با خطر و شرارت مرتبطه و به مردم حمله میکنه. از اونجایی که بیماری لوپوس به صورت ناگهانی علائم از او ظاهر میشه و در بسیاری از موارد در حقیقت برای خود بیمار و خانواده از او خیلی ناخوشایند هست، به همین جهت چون گرگ هم به صورت ناگهانی حمله میکنه و علائم این بیماری هم ناگهانی ظاهر میشه بود واژه گرگر در حقیقت قرار. اما درمان بیماری لوپوس به چه ترتیبه؟ معمولا درمان بیماری لوپوس بیشتر به صورت کنترل علائم بیماری و همچنین پیشگیری از تعرض آسیب به اعضای حیاتی مثل قلب و کلیه. در حقیقت درمان بیماری لوپوس با توجه به علائم و شدت بیماری میتونه متفاوت باشه و بهتره که توسط پزشک متخصص روماتولوژی در حقیقت پروسه درمان انجام بشه. اما درمان بیماری لوپوس بیشتر از این داروهایی که خدمت شما توضیح خواهیم داد استفاده میشه. مهمترین دارو داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی که به نام ایمونوساپرسانت دراگ در حقیقت مدیسین ها گفته میشه از اونها استفاده میشه. داروهایی که خود سیستم ایمنی رو سرکوب میکنه که دوباره به خود حمله نکنه، مثل در حقیقت آزاتیوپرین و همچنین مایکوفنولیک اسید ها و متوترکسات ها از جمله داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی. سایر داروهای دیگه که همزمان ممکنه با این داروها داده بشه داروهای ضد التهابی و غیر استروئیدی هست. کورتیکواستروئیدها مثل پردنیزولون و دکزامتازون هست و همچنین اگر بیمار دارای استرس باشه از داروهای آرام بخش و ضد استرس هم ممکنه استفاده کنه. در زمانی که آسیب‌های کلیه و کبد دیده میشه و همچنین آسیب قلبی در بعضی از مواقع دیده میشه ممکن از داروهای از شیمی درمانی یا کیموتراپی هم در حقیقت استفاده بشه.
علاوه بر این داروهایی که خدمت شما گفتیم، پیشگیری از تعرض به آسیب‌ها و اعمال به اعضای حیاتی بدن مثل قلب و کلیه باید به صورت بازرسی های منظم صورت بگیره که اگر قلب و کلیه آسیب دیدن اونها هم تحت درمان جدی قرار بگیره. همچنین مصرف غذای سالم و ورزش هم در درمان بیماری لوپوس موثر است. اگر علاقمند به موضوعات زیست شناسی و پزشکی هستین، کانال سابسکرایب کنین، لایک و کامنت بدین، سوال و پیشنهاد داشتین در کامنت ها هم مطرح کنین. موفق و پیروز باشین. روز همگی شما بخیر. خدا نگهدار.